په هرات کې یو پخوانی معتاد چې د نویو معتادینو درملنه کوي، په کابل کې د یوې افغان میرمنې د جامو بریالی کاروبار، او د ساینس په برخه کې د امریکا د ښوونځیو د زده کوونکو سیالۍ، دا او یو شمېر نور په زړه پورې مطلبونه مو په دې کاروان کې راغونډ کړي. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ. سلام، داود صدیقی هستم و شما کاروان تماشا میکنید. برنامه را با گزارش های از افغانستان آغاز میکنیم. ضیا فیضی یک تن از معتادان هرات که بیش از 20 سال عمرش را با مواد مخدر سپری کرده بود، بعد از رهایی از چنگال این پدیده شوم، حالا خودش به معالجه معتادین مواد مخدر در هرات پرداخته است. او بیشتر شیوه هایی را به کار میبرد که برای خود او موثر واقع شده است. در رابطه همکارم فاروق فیضی گزارش دارد. ضیا فیضی جوانی که 22 سال عمرش را صرف مواد مخدر کرده است، اما حالا دیگران را از اضرار این پدیده شوم می هراساند. این جوان از چند ماه بدین سو مرکز درمانی را برای معتادین مواد مخدر در هرات ایجاد کرده است. او مانند هزاران افغان دیگر در جمهوری اسلامی ایران معتاد شده بود. تمام زندگی خود را دست دادم، زن و بچه دست دادم. دیگه با آخری های مواد مخدر حدود 7 سال چی به شهر هرات چی به شهر ایران کارتون خوبی کردم. آوارگی و دربدری چند سال دور از خانواده بودم. اینجا بیشتر با دو روش ساده، یعنی گفتگو و آب درمانی، معتادین درمان می شوند. در این کلینیک تا به حال شماری از معتادین بعد از سپری کردن دوره های کوتاه مدت به خانه هایشان تحویل داده شده اند. گولی نداریم، پیچکاری به هیچ رقم نداریم. اینجا ما میتونیم به گفته هایی که داریم، روز 2 دفعه جلسه داریم، صبح و نمازدگر جلسه برگزار میکنیم. خوشبختانه اول به قدرت خدا، به قوت خدا، دیوم به گفته های ما که اینجا تونستم اینو پاک بمونم. موسیقی نوع دیگری از درمان معتادین در این مرکز به شمار میرود. این معتادین روزانه بر علاوه اینکه برنامه های ورزشی دارند، لحظات هم با نواختن هارمونیه و خواندن مشکلات و دردهای خود را با سوز و گداز این گونه بیان می کنند. این مرکز درمانی از سوی یکی از تجار خیر هرات ساخته شده و تمام اعاشه و اباطه آن از سوی همین تاجر پرداخت می شود. او می گوید تمامی معتادینی که در داخل شهر هرات بی سرنوشت به سر می برند تحت درمان قرار خواهد داد. اول از زون قلب شروع کردیم از هرات باستان. ما انشالله تعالی در شهرک خواجه شیخ احمد کدیستانی کمپ ساختیم. ما هاییم که اگر خدا خواسته باشه ما بتانیم به افغانستان به همه جای این سرچشمه بگیره، مردم بتانه در این قسمت کار کنه. این دوائی از این وقت گفتار در من نیست، آب است. شماری از معتادین مواد مخدر که جهت درمان به این مرکز آورده شدند، از ایجاد این گونه کلینیک ها اظهار خرسندی می کنند. آنها چنین میگویند: واقعا خیلی خسته شده بودم از دست مواد مخدر. همیشه به آرزو بودم که یکی دست نمر بگیره کمک کنه، چون میگم کمک کردن به یک معتاد یعنی کمک به جامعه. خیلی به آرزو بودم که ترک کنم. هم اکنون نزدیک به 80,000 معتاد در هرات به سر میبرند که از این کتله عظیم بیش از 200 تن در حال حاضر در این مرکز تحت درمان قرار دارند. فاروق فیضی، صدای آمریکا، هرات. یکی از بانوان افغان با موفقیت توانسته لباس طراحی کند و با نام و نشان افغانی به بازار عرضه کند. اگرچه اکثر لباس هایی که در بازارهای افغانستان به فروش می رسد از خارج وارد می گردد و رقابت با محصولات خارجی مشکل است، اما لباس هایی که این بانو طراحی و تولید می کند توانسته توجه افغان ها را به خود جلب کند. شرح بیشتر در گزارش همکارم رخسار عظمی از کابل. منیژا وافق بانوی جوانی که برای توسعه وضع اجتماعی زنان کار می کند. وی مسئول کارگاه لباس و فروشگاه سلیقه می باشد و با ایجاد این دو کارگاه توانسته از فرصتهای کاری را برای زنان مساعد نماید. خودم اقتصاد خواندم و کسی هستم که بسیار به توانمند شدن اقتصادی زنان
باورمند استم، چرا که اگر از لحاظ اقتصادی یک زن توانمند می باشه، او قدرت مذاکره و قدرت بحث در خانواده می داشته باشه که از حق خود دفاع کنه، از حق اولاد خود دفاع کنه و بتونه منابعی که در خانه می آید او را سر صحت خود، سر صحت اولاد خود، سر تعلیم و تحصیل خود، سر تعلیم و تحصیل اولاد خود به مصرف برسانه. منیژه وافق در آغاز کارش با چالش های زیاد روبرو شده و میگوید لباس هایی را که کمپانی سلیقه تولید میکرد بازار فروش نداشت، به دلیل اینکه سلیقه یک برند افغانی بود و مردم به آنها اعتماد نمیکردند. اما با گذشت 3 سال حال به یک تجارت موفق مبدل شده است. مشتری خوبه، مشتریایی که چون تولیدات ما تولیدات است که باید است خانواده های سطح متوسط و یا بالاتر از لحاظ اقتصادی البته اونا خریداری کنن بسیار میاین، و اکتیزا چون مثلا وکیل های پارلمان هستن، سناتورا و خانم هایی که در مؤسسات کار میکنن و اکتیزا خارجی ها، اکتیزا خانم های خارجی که ایجا کار میکنن لباسشون رو میاین فرمایش میتن. زنان تجارت پیشه در افغانستان با مشکلات زیاد روبرو هستند. بانو واقف میگوید در بعض موارد حتی کارمندان آنها حاضر نیستند تا یک زن را من حیث عامل خود بپذیرند. در بازارها اگر خانم بره اینجا که مواد خام فروش میشه بر لباس، البته تکه و سایر مواد خام که ضرورت است بر تولید لباس، اگر خانم بره باش قیمت تر بفروشن، اما اگر یک مرد بره فکر میکنن که خو یادم خو بلد است، خیلی من میتونم که ایره به قیمت مناسبش کسته به قیمت بفروشم. و چالش های دیگه که اگر کارگرایتان شما را مثلا قبول نمیکنن بعض اوقات من حیث یک خانم رئی خانم که برین شما اونا رو با این کارا بکنین یا این کارا نکنین. منیژه وافق میخواهد برای رشد وضعیت زنان و توانمندسازی اقتصادی آنها کار کند. من باید است من حیث یک زن در سطح پالیسی سازی اقتصادی افغانستان کار کنم، چون ما بسیار کم یا هیچ تقریبا زنای نداریم که در سطح پالیسی سازی اقتصادی در افغانستان کار کنن. بانو وافق به این عقیده است که باید یک پالیسی مشخص اقتصادی برای توانمندسازی اقتصادی زنان ایجاد شود تا زنان نقش رهبریت را در اجتماع به دست آورند. رخسار عظمی، صدای آمریکا، کابل. در آمریکا د متحده ایالاتو د لیسې د دورې یو شمېر زیارکښو زده کوونکو د ساینس او استعداد د تجربو په کلنۍ غونډه کې د ریاضي او ساینس په برخو کې خپلې تازه پلټنې وکړې. په سیالۍ کې ګډونوالو 40 زده کوونکو د نویو اختراګانو او آیډیاو لپاره د 150,000 ډالرو لوی جایزې د ګټلو لپاره سیالي وکړه. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د سرطان، نری رنس او ایبولا پوشان ناروغي هر کال په میلیونونو خلک وژني. لا بیوشیمی سره د کمپیوټر د ټکنالوژۍ د یوځای کولو له لارې ولسکلنی انویتا ګوپتا د دغو ناروغیو د درملنې لپاره نوي درمل کشف کړل. هغې له یو نوي تخنیک څخه د احتمالي درملو د پیژندنې لپاره ګټه واخیسته او په سیالۍ کې د دریم مقام جایزه چې 15,000 ډالر دی ترلاسه کړه. ما د نری رنس لپاره 4 ډوله نوي درمل پیدا کړل. دا درمل طبیعي مرکبات دي چې چین ته نږدې له سمندر نه ترلاسه شول. د پورتکی د سرطان ناروغي د درملنې لپاره د لارو چارو مندنه د ایملی اشکن لپاره وروسته له هغه په شخصیت بدل شو چې د مور ناروغي د پورتکی سرطان تشخیص و. هغه د بدن د معافیت د سیستم د ټي د حجرو د استعمال لري د میلا نوما په نامو د پورتکی د سرطان د درملنې د تقویې لپاره تر ټولو وژون کې ډول دی له یو بیساري میتود څخه کار واخیست. ما د کیموتراپی د درملنې له لارې دا کشف کړ چې څنګه سرطاني حجرې د ټي د وژونکو حجرو په مقابل کې د پیژندنې وړ وګرځوو، وده یې ورو کړو او د وژونکو حجرو په وړاندې اسیب پذیره کړو. د ملاریا په وخت تشخیص کولای سي د ډیرو خلکو ژوند بژغوري. داسې یو هوښیار تلیفون شی د ملاریا د رامنځته کیدو پرازیت او د وینې د ناروغۍ نور ډولونه کشف کړي، کیدای شي په راتلونکي کې په تیره بیا په مخپوده هیوادونو کې غوره لار وي. تنې تندن د مایکروسکوپ ارزان بایه لینزونه جوړ کړي چې د هوښیار تلیفون له کمرې سره وصل کیږي. د ناروغ د وینې د نمونو عکسونه په کلیو کې له ډاکترانو سره مرسته کوي چې پرازیتونه په چټکۍ سره تشخیص کړي. ما در علا پا لرو پرتو او کلیوالو سیمو که ده استفاده لپاره پا پام کنی ولی و ده ملاریا ده پرازید ده تشخیص لوجه پا کلیوالو سیمو که دیر خلق خل جرن دلاسه ورکوی. ده انتل ده بنسرت اجرایوی رئیس او ده غیسیالی تنظیمون که ویندی هاکنز وای
پرمختل ټکنالوژي له دغه زده کوونکو سره مرسته کوي چې واقعي ساينسي پرمختګ رامنځته کړي. د دغه زده کوونکو ډیره برخه په کافي اندازه پیچلې کارونه کوي. داسې کارونه کوي چې د پوهنتون د دورې د سیړنو په سویه دي. دویات پاندیا بیا فکر کوي چې د انټرنیټ په ګډون په کمپیوټري شبکو کې د اطلاعاتو د راکړې ورکړې د موجود سرعت د زیاتولو لپاره یوه طریقه موندلې. We have to find a way to use our existing موږ باید داسې یوه لاره پیدا کړو چې له خپلو موجودو تاسیساتو څخه په استفاده سره له ټولو نویو کارونکو او نویو معلوماتو سره مرسته وکړو چې د اطلاعاتو د راکړې ورکړې د زیاتولو مشکل حل کړو او په دې توګه په انټرنیټ کې چې کوم سرعت اوس موجود دی وساتل شي. د سکال په سیالۍ کې ګډونوال زده کوونکي د نورو هغو پخوانیو زده کوونکو په ډله کې ورزیاتیږي چې د ریاضي او ساینس په برخه کې حیرانوونکې پراختیاوې رامنځته کړي او د نوبل د جایزې په ګډون یې سترې جایزې ګټلې دي. و در این قسمت برنامه نظری میاندازیم بر شماری از رویدادهای مهم هفته در افغانستان و جهان. بر روز شنبه این هفته اعضای اولیسی جرگه در نخستین نشست سال پنجم تقنینیشان روی موضوع صلح با مخالفین مسلح صحبت کردند و بیان داشتند که باید پروسه مذاکره به طور شفاف و با آگاهی ملت افغانستان صورت گیرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس اولیسی جرگه بیان داشت که نباید هیچ معلومات و موضوعات مربوط به مذاکرات صلح در عقب پرده و بدون آگاهی مردم مطرح گردد. بروز دوشنبه این هفته ظاهرتنین نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد از تجدید نظر مقامات ایالات متحده در مورد باقی ماندن تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت که ایالات متحده برای ارزیابی بهتر واقعیت در چارچوب همکاری‌های استراتژیک خود به افغانستان به بررسی و تنظیم مجدد در رابطه با خروج نظامی خود نیاز دارد. در خبر دیگر از افغانستان، روز یک شنبه این هفته دور اول کمپاین بهاری تطبیق واکسین پولیو در 28 ولایت افغانستان در کابل افتتاح گردید. در این کمپاین حدود 7.6 میلیون طفل زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد. بر روز یک شنبه این هفته دو حمله انتحاری در برابر دو کلیسای مسیحیان در شهر لاهور پاکستان جان کم از کم 14 نفر را گرفته و نزدیک به 70 نفر دیگر را زخمی ساخت. مقامات پاکستان گفتند که یک گروه شورشی مربوط به طالبان پاکستانی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند. پس از حملات مسیحیان خشمگین به جاده ها برآمده و در برابر آنچه ناکامی مسئولین در کار تامین امنیت آنان می‌خواندند مظاهره کردند. از اخبار مربوط به جهان و این هم خبر از ایران. روز دوشنبه مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران در سوئیس اثر گرفته شد. پس از ارسال نامه جنجال برانگیز شماره از سناتوران جمهوری خواه عنوانی رهبران ایران، وزرای خارجه دو کشور برای نخستین بار روز دوشنبه در سوئیس ملاقات کردند. این در حال است که روز سه‌شنبه در یک ارزیابی غیر معمول آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که اختلافات عمده در مورد برنامه هسته‌ای ایران با ایالات متحده و سایر طرف‌های مذاکرات حل و فصل شده است و ابراز خوشبینی کرد که تهران تا ضرب العجل نهایی برای ایجاد چارچوب معامله هسته‌ای با غرب که به تاریخ 31 مارچ تعیین شده است آماده است. بر روز شنبه این هفته اردنی ها به ابتکار جالب خواستند در جهان مجازی و خصوص در فیسبوک ریکارد قائم کنند. حدود 500 اردنی در عمان پایتخت اردن گرد هم آمدند تا عکس سیلفی یعنی از خود بگیرند تا در رسانه های اجتماعی آن را شریک بسازند. در این عکس ها اکثریت جوانان شرکت کرده بودند که بیشتر در رسانه های اجتماعی فعالیت چشمگیر دارند. در خبر از عراق، روز شنبه این هفته برای اولین بار بعد از سالهای 1980 و جنگ در عراق، طراحان لباس عراقی در نمایش لباس جالب در بغداد انواع دیزاین‌های لباس اسلامی را به نمایش گذاشتند. طراحان پیراهن‌ها با دامن‌های دراز، تکه‌های گلشن و لباس‌های جالب محلی را به نمایش گذاشتند.
در خبر جالب ورزشی این هفته، روز سه‌شنبه این هفته، ده ها جوان افغان اولین بار با بایسکل به شمول ده دختر برای شرکت در میله گل سرخ از کابل به جهت مزار شریف حرکت کردند و قرار است با طی 450 کیلومتر فاصله در ظرف سه روز به مزار شریف برسند. کاروان به نظریات شما عرض می گذارد. به همین منظور در شبکه های اجتماعی حضور فعال داریم. در فیسبوک، یوتیوب، ویب او ایمیل للاری لمکسر په هر ځای او هر وقت که اړیکه نیولی شوی. کاروان ساسی ورندیزون او نیو که په پام که نیسی. و حال رویدادهایی که این هفته در شبکه های اجتماعی واکنش های زیاد را به امرا داشت. و مثل میشه؟ جیلا جان ناصری رو در استودیو با خود داریم. خب جیلا جان، این هفته موضوعات مربوط به افغانستان چی بود؟ در هفته اخبار زیاد پوشش یافته، اما یکی از بحث هایی که نشر شد بخصوص در رسانه اجتماعی، یک خانم در شاید شمشیره میگن رفته و قرآن سوختانده و گفته مردم که مشخص دیده نشده، اما بعدا مورد خشونت قرار میگیره. بعدا این در رسانه اجتماعی که فقط این خبر منعکس شد، بحث زیاد در بد داشت و مردم از بی‌قانونی و نبودن پلیس که به موقع نرسیده و باعث شده که مردم این دختر به حالت یک بسوزانر و باعث مرگ ازی شدن انتقاد شدید کردن. گفته میشه که این دختر مشکل روانی داشته، اما این که چرا از مرگ ازی جلوگیری نشد و چرا پلیس به موقع نرسید و مانع نشد که دختر به دست مردم باید که سوختانده نمیشد، یا این دختر از مرگش باید جلوگیری میشد و تسلیم پلیس میشد. بله، این هفته کنکور نتایجش اعلان شد در افغانستان و خبر بسیار کلان برای اکثر جوان ها بود. خب واکنش ها در این رابطه چی بود؟ قصه ها چی بود؟ بله، کنکور واقعا در هفته خبر کلان بود که درست قبل از اینکه کنکور اعلان شود، صفحات مخصوص اعلان کردن که در کجا نتایج به دسترس قرار میگیره و در 250 هزار کسی که شرکت کرده بود 145 هزار به نتیجه ماندن و یک نفر به اسم قاسم رضا نمره بلند نگرفته، حدود 56% کامیاب شدن، اما تقریبا 44% به نتیجه ماندن که جوانان بسیار زیاد از این قسمت اظهار ناراحتی کردن و برشان واقعا مشکل تمام شده که این جوانان بالاخره حدود 145 هزار به ایش نوه پانتون این قبول نشدن که شاید تا سال دیگه انتظار بانن که دوباره هم در کنکور سهم بگیرن. خب در پهلوی موضوعات دیگه، ما در آمد آمد نوروز قرار داریم. چی صحبت ها در شبکه های اجتماعی در مورد نوروز؟ دقیق گفتیم دو جان، سال نو دراست. افغان ها، ایرانی ها از مردم آسیا مرکزی میبینیم در رسانه اجتماعی عکسای خود پست میکنن، پیام های نوروزی میگذارن، عفو میوه پست میکنن. دیگه آمادگی ها وجود داره، از سال تبریکی های سال نو است و اما تو آمادگی ها وجود داره. و دومی که در امریکا هم مقامات مثلا بانوی اول در قصر سفید هم یک محفل گرفتاد برای نوروز که انعکاس داشت در رسانه اجتماعی و بعض مقامات دیگر هم نوروز پیش از پیش مقدم گفتن و تبریکی عرض کردن که ما فکر میکنم که نوروز با آمدنش از یک هفته قبل شروع شده و هنوز ادامه داره. بسیار خوب. در رویدادهای جهانی کدام موضوعات بیشتر مورد توجه قرار گرفت؟ بحثی که در بین رویدادهای جهانی زیادتر جلب توجه میکرد، حمله بر موزیم در تونس بود که روز چهارشنبه باعث کشته شدن 23 تن گردید که دو نفر مهاجم بودن، 21 نفر هم از کسایی بودن که از موزیم دیدن نکردن و از اینکه در بین از اینا تمامش خارجی ها بودن، یعنی تونسی نبودن اما فرانسوی و پولندی، ایتالیایی و بنگالی بودن. این باعث خشم به سطح بنگالی شد و از طرف تمام جوامع به سطح بنگالی محکوم شد و در مقابل این و حملات دهشت‌افکنی با هم مبارزه کنند. رویدادهای مربوط به جوانان که واکنش های زیاد را به امرا داشت کدام بود؟ در این هفته دو جان یکی از موضوعاتی که در رسانه اجتماعی نکاس یافته بود، کمپین 5 سالگی میشل اوباما بانوی اول ایالات متحده آمریکا است که به نام گیو می 5 یعنی 5 چیز به من بده. و میشل اوباما امسال به خاطر از او از مردم خواسته در یک ویدیو جالب که اطفال، خانواده، هنرمندان، هر کس شما در 5 سال هر کاری که به خاطر صحتتون کرده این در یک ویدیو در توییتر و فیسبوک اینو پست کنین، بر ما نشان بدین که شما هم به خاطر صحتتون میتونین که یک کار کنین و بر ما نشان بدین. یک دنیا تشکر جیلا جان از حضور شما در برنامه. در هفته آینده منتظر شما میباشیم ان شاء الله. کاروان ادامه داره، با ما همراه باشه. د
نوروز نه تنها در کشورهایی که پیشینه تاریخی دارد، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان برگزار می‌گردد. امسال در آمریکا نیز محافل برای تجلیل از نوروز برگزار گردیده بود. برای معلومات بیشتر در این رابطه همکار ما سمیر رسولی را در استودیو با خود داریم. سمیر عزیز، خوش آمدید. زنده باشید. چی خبرها از نوروز در آمریکا؟ داوود عزیز سلام بر شما و بر بیننده های عزیز و پیشاپیش نوروز بر شما و به عزیزانی که مکنون ما را تماشا میکنن تبریک میگم. امیدوار هستیم ما سال خوش را در پیش داشته باشیم. همواره در آمریکا و در کشورهای خارج از حوزه نوروز محافل به مناسبت نوروز دایر میگردد. دو محافل بزرگ در واشنگتن دی سی دایر گردید. البته اولی که در قصر سفید محافل خاص به مناسبت نوروز دایر گردید. میشل اوباما، خانم رئیس جمهور اوباما میزبان این محفل بود و تعداد زیادی از مهمانان خارج از کارمندان قصر سفید در این برنامه اشتراک کرده بودند و جالبی که یک تعداد زیادی از کارمندان قصر سفید افغان‌ها و ایرانی‌ها هستند و خانم میشل اوباما اونا نام گرفته ازشان نوروز برشان تبریک گفت و از همشان سپاس کرد از اینکه کار میکنند در قصر سفید. بسیار خوب. در پرلوی از این دیگه محفل دیگه را میاد کردین؟ محفل دیگه که کمیسیون برگزاری نوروز دایر کرده بود واقعا یک محفل بزرگ بود و تعداد زیادی از مهمان ها اشتراک کرده بودند. افغان های عزیز ما، ایرانی ها، تاجیک ها، ازبک ها و از البته کسایی که از ازبکستان هستند اونا اشتراک کرده بودند و محفل با اجرای پارچه های موسیقی، رقص و صرف غذا بود و واقعا محفل جالب بود. من خودم هم اشتراک کرده بودم و بیننده‌هام دعوت میکنم که بخیر از طریق تلویزیون آشنای صدای آمریکا گزارش مفصل را در مورد از این شب محفل که با مناسبت نوروز بود تعقیب کنند و انشالله به زودی نشر میشه. بله، فردا شب فراموش نکنید که این گزارش نشر میشه. بله، خب هدف از برگزاری نوروز در این کشورها چی میگن؟ دیگه محفل ها چی گفته میشه که هدف از برگزاری نوروز چی است؟ داوود عزیز، شهروندانی که بیرون از کشورشان زندگی میکنن میخوان که امی میله عنعنوی و یا تاریخی خود را حفظ بکنن و خاک دود نشه. به اون خاطر میخوان که محفل را به این مناسبت دایر کنن و به این بهانه با فامیلای خود، دوستای خود، عزیزای خود یک جای شوند و یک روز را با هم سپری کنند. به خاطر رویدادهای دیگه در آمریکا البته رخصتی عمومی می باشد بیشتر، اما بر نوروز رخصتی خاص نیست. فقط دوستا در هر جای که هستند با جمع از فامیلای خود و عزیزان خود یک جای میشن و به این بهانه فقط از نوروز استقبال میکنند. بله. خب فردا در برنامه خبری تلویزیون آشنا چی مطالبی در مورد نوروز دارین؟ خب گزارشات مختلف از داخل افغانستان و آمریکا با مناسبت نوروز داریم و همچنان در مورد برگزاری نوروز از داخل افغانستان اخبار بر بیننده ها همچنان می داشته باشیم. تشکر از اینکه برنامه آمدیم. شما زنده باشین. تشکر. کاروان ادامه داره، با ما همراه باشین. با کاهش روزافزون قیمت‌های تلفن‌های هوشمند و سایر لوازم کوچک هوشمند و افزایش استفاده آن در میان کودکان و نوجوانان نگرانی‌های را ایجاد کرده است. کارشناسان امور صحی می‌گویند در آن دسته از کودکانی که ساعت‌ها ویدیو گیم بازی می‌کنند نشانه‌هایی از مشکلات راست ایستاده شدن دیده می‌شود. فیزیوتراپیست‌ها هشدار می‌دهند که عواقب درازمدت این کار شاید خطرناک باشد. شرح بیشتر در این گزارش. اویش بطلی ولای دسوال از مومبای هند میگوید که روزانه برای 3-4 ساعت در کمپیوترش گیم بازی میکند. او از درد ناحیه گردن شکایت میکند و مادرش مهذبین از این بابت نگران شده است. پسرم از ماه جون و جولای بدین سو از درد در ناحیه گردن شکایت میکرد و این درد به تدریج به دستش و پشت وای سرایت و این مشکلش بود. او برای ساعتها در آیپد و موبایل بازی میکند و به طور معمول 2-3 ساعت بازی میکند و همین برایش باعث این مشکل شد. فیزیوتراپیست سعدیا ونجارا میگوید که تعداد کودکان نوجوان که در دست ها و نواحی بالای بدنشان احساس درد دوامدار میکنند در حال زیاد شدن است. اطفال پیر نشدند، تصادم نکردند و کمتر از 10 سال عمر ندارند. شکایت دیگر ندارند، معاینه خون آنها خوب است، اکسری و امارایشان خوب است، بنابراین مشکل در کجاست؟ علت این مشکل تلفون های هوشمند و دیگر وسایل است که اطفال با آن بازی میکنند.
هند بجز از چین نسبت به هر نقطه دیگر در دنیا تعداد بیشتر کاربران تلفن‌های هوشمند را دارا می باشد. شرکت بزرگ تکنولوژی نتورکینگ یا ارتباطات سیسکو پیش بینی می کند که الی آخر این دهه کاربران تلفن‌های هوشمند از 140 میلیون نفر به 651 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. ندا جمیل دختر 19 ساله می گوید که وی درد را در انگشت کوچکش که با آن تلفن را می گیرد حس می کند. به خاطر که من 24 ساعت تلفن را استفاده می کنم. شاید به خاطر استفاده از تلفن بوده باشد یا هم استفاده مداوم تلفن برای اسنپ‌چپ و یا واتساپ. بنابراین تلفن مرکز همه چیز است. ونجارو می گوید بهترین درمان دردهای از این نوع ورزش روزانه است. با راست ایستاده شدن و گردن خود را بلند گرفتن می توان جلب درد را گرفت. به همین منظور ونجارا طریقه گرفتن درست تلفن ها و وسایل دیگر را یاد می دهد. اگر تلفن را بلند در پیشرویتان بگیرید، سرتان برای دیدن آن خم نمی شود و گردنتان صدمه نمی بیند. با افزایش مداوم تلفن های هوشمند و سایر لوازم دستی، ونجارا پیش بینی می کند که ما نه تنها شاهد امراض فیزیکی بلکه امراض روانی نیز از اثر استفاده بیش از حد آن خواهیم بود. د حشرات و د بدنی میکانیزم څیړنه د اوږدې مودې راهیسې د ساینس پوهانو او انجینرانو لپاره په زړه پورې ده. په دې چې له دوو میکانیزمونو څخه د روباتونو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. جرمني محققینو اوس د اکسرې داسې درې بودي ماشین اختراع کړی چې کولی شي د یوې ژوندې حشرې د بدن دننه ارګانونه وګوري چې د حرکت په وخت کې څنګه فعالیت کوي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ. ساینس پوهان په دې کوشش کې دي چې داسې روباټونه جوړ کړي چې د حشراتو هغه حرکتونه تمثیل کړي چې د هغوی جسمونه په فوقالعاده ډول د خپل طبیعي میش ځای سره موازي بدلون مومي. خو د میلیونونو پیژندل شوو فامیلیو او لسګونو میشت ځایونو سره سره لا هم د حشراتو د میکانیزم پیژندنې دپاره اړتیا شته. تاماس وان دی کمپ د جرمني د ټکنالوژۍ په کارل سروهی انسټیټیوټ کې د بیالوژۍ یو متخصص دی. هغه وایي نوې اکسرې به د حشراتو د تحرکاتو په برخه کې د ساینس پوهانو سره کومک وکړي. تر اوسه د 1 میلیون نه زیات حشرات پیژندل شوي دي، خو په دې نه پوهیږو چې د هغوی داخلي جوړښت څنګه فعالیت کوي، او د دې ټکنالوژۍ په وسیله موږ کولی شو د هغوی حرکتونه ووینو. د بیلګې په توګه کولی شو تشخیص کړو چې د دا ډول جوړښت لپاره د څه ډول تخنیکي اړتیا امکان شته. تر دې مخکې ساینس پوهانو د اکسرې کمرو په ذریعه د ژوندیو حشراتو سیګنالونه معلومول، خو د ځینو حرکتونو څېړنه ډېره ګرانه وه چې اوس د دې درې بودیزه یا 3D ټکنالوژۍ په وسیله ترلاسه کیدای شي. د دې متحرکه ټکنالوژۍ په سر کې یوه داسې نلکه نصب شوې ده چې د 3D اکسرې کمرې په وسیله تعقیبیږي، کوم چې د ټول بدن مختلف داخلي انځورونه اخلي. په یوه ثانیه کې د سلو زرو پورې د 3D عکسونو اخستو سره ساینس پوهانو داسې 3D ترکیب ایجاد کړی دی چې په ډیر متعجبه ډول د ګونګوټۍ تحرک څرګندوي. وان دی کمپ وایي دا د 3D پردې نه هم غوره دی. Aber im Gegensatz zum 3D Kino, der 3D پرده په پرتله کوم چې موږ یې د ځنګړو عینکو له مخې وینو، دلته نه یوازې دا چې په دواړو سترګو یې لیدلی شو یا کمپیوټري 3D، بلکې موږ حقیقي 3D لرو. په دې معنا چې موږ د ثبت شویو ډیټا ټول درې بودیزه معلومات لرو او هر برخه یې کولی شو ډیر نږدې کړو تر څو د ارګانونو جزئیات ووینو، او په همدې وجه موږ مکمل 3D معلومات ترلاسه کوو. ساینس پوهان وی هغه پروسه چې دوی ورته د سن توموګرافي وی دوی ته د دې قابلیت ورکوي چې په ډیرو کوچنیو بیلګو کې هم د 3D په ذریعه څیړنه وکړي. دا نه یوازې د دوه اړخونو بلکې د زرګونو اړخونو یې معاینه کړي. دا د یو نه کاروان هیله ده چې د خپرونې ټول مطلبونه مو د پام وړ ګرځېدلي وي. د خپرونې په وروستیو شېبو کې غواړم یادونه وکړم، موږ د خبرونې د لا ښه والي لپاره ستاسو د وړاندیزونو او نیوکو په تمه یو. تاسو د انټرنټ له لارې تل کولی شئ زموږ خپرونې په یوټیوب، فیسبوک او د امریکا غږ په ویبپاڼو کې وګورئ او په اړه یې خپل نظر ولیکئ. هیله ده چې تل له موږ سره مل اوسئ. تر بیا، الله مو مل شئ.